سرفیس لپتاپ استودیو یه محصول متفاوت از مایکروسافت با بررسی خاص‌ترین لپتاپ مایکروسافت همراه زومید باشید. شما میتونید سرفیس لپتاپ استودیو یا هر محصول مایکروسافتی دیگه رو از امتداد پارسه تهیه بکنید. یه سر به سایتشون حتما بزنید. بیشتر از 6 سال از روزی میگذره که پانوس پانای اومد روی استیج و با جدا کردن صفحه نمایش سرفیس بوک از پایش، سرفیس بوک با تمام خاص بودنش چند تا ایراد اساسی داشت که مایکروسافت توی این چند سال نتونست رفعشون کنه. مثلا از اونجایی که مادربورد و خیلی از قطعات دیگه پشت پنل بودن، بخش نمایشگر لنگر مینداخت و لولا با وجود خفن بودنش لق میخورد. یا اینکه برای جلوگیری از آسیب خوردن صفحه نمایش، مایکروسافت نمیتونست پردازنده قدرتمندی رو اون پشت قرار بده چون خیلی داغ میشد و خب در واقع پنل به فنا میرفت. محدودیت این چنینی باعث شد تا بالاخره مایکروسافت بعد از مدت‌ها سرفیس بوک رو کنار بذاره و نسل بعدش رو با طراحی و اسم کاملا متفاوتی رونمایی بکنه. سرفیس لپتاپ استودیو تو نگاه اول عین یه اولترابوک پریمیوم عادی به نظر میرسه. اولترابوکی که درش با یه دست و بدون دردسر باز میشه و به مکبوک پرو 13 اینچی اپل هم بی‌شباهت نیست، اما کافیه که نیمه بالای صفحه نمایش رو یکم با دست به بیرون فشار بدین تا سرفیس لپتاپ استودیو از فرم اولترابوکیش خارج بشه و به این حالت تبدیل بشه. سرفیس لپتاپ استودیو علاوه بر لولای اصلی، یه لولا هم این وسط داره که صفحه نمایش اجازه میده 180 درجه بچرخه، یعنی به این ترتیب. اینطوری شما میتونید علاوه بر حالت عادی از سرفیس لپتاپ استودیو توی دو حالت استیج و استودیو هم استفاده بکنید، یعنی این حالت و این حالت. این حالت اولی به شما اجازه میده که صفحه نمایش کمی بهتون نزدیکتر بشه و بیشتر تو کاربری مثل بازی کردن به دردتون میخوره که میخواید بازی کنید یا میخواید فیلم ببینید و همین کافیه. حالت استودیو با تا کردن کامل صفحه نمایش و برگردش روی این حالت به درد طراحی و کار گرافیکی میخوره. این مکانیزم با لولای دوگانه ایده جدیدی نیست. چند سال پیش سونی با لپتاپ وایو فیلیپ همین ایده رو داشت، یا ایسر کانسپت دی 7 هم که چند وقت پیش بررسیش کردیم در واقع توی همچین طراحی بودن. اما نکته اینجاست که مایکروسافت ظریف‌تر و خوش‌ساخت‌تر از شرکت‌های دیگه این مکانیزم رو پیاده کرده و جای تحسین داره. اگه شما نخواهید سفر رو تاب کنید، یعنی تو همین حالت پیش فرض باشه، واقعا خیلی سخت میتونید متوجه بشین که سرفیس لپتاپ استودیو اصلا همچین قابلیتی داره. مثل یه لپتاپ عادی باز و بس میشه و همه چیز عادیه. بدن فلزی لپتاپ واقعا با کیفیته و حس خیلی خوبی به شما میده. البته وزن 1.8 کیلوگرمیش یه مقداری سنگین تر از رقباست و یکم سنگینش اذیت میکنه. دستگاه طراحی دو تیکو عجیبی داره، انگار که یه کولپد هم زیرش متصل باشه، یعنی میبینید که اومده بالاتر، یکم حتی عریض‌تر شده و خب اینجا اتفاق افتاده. برخلاف اون چیزی تو عکس و ویدیو میبینید خیلی قطر و زمخت نیست واقعا و خیلی سریع بهش عادت میکنید. وقتی لپتاپ روی میز میذارید اصلا حس میکنید که شناوره، یعنی فاصله باعث میشه که حس خیلی خوبی بهتون بده. این طراحی دو تیکه واقعا بی هدف هم نبوده، یعنی یه دلیل و منطقی پشتش بوده. سرفیس لپتاپ استودیو درست مثل سرفیس پرو 8 از قلم اسلیم پن 2 پشتیبانی میکنه که روی همین پلین پایین دستگاه میچسبه و شارژ میشه. متاسفانه ما قلم رو برای بررسی نداشتیم و نمیتونیم درباره عملکردش فعلا صحبت بکنیم. اما در مورد وضعیت پورتای سرفیس لپتاپ استودیو باید بهتون میگم که هم ناراحت کننده است و هم خوشحال کننده. ناراحت کننده از این جهت که دیگه USB تایپ A و درگاه SD کارت خبری نیست، یعنی دو تا درگاهی که واقعا پرکاربرده و خیلی استفاده ازش میکنیم نداریم. خوشحال کننده از این جهت که حالا دو تا پورت USB تایپ C با پشتیبانی از تاندربولت 4 داریم که میشه ازشون برای مواردی مثل اتصال کارت گرافیک اکسترنال و حافظه های پرسرعت استفاده کرد. درگاه اختصاصی و مغناطیسی سرفیس کانکت هم کماکان وجود داره و هم برای شارژ دستگاه استفاده میشه، هم میشه یه هابی بهش متصل کرد. اما از طراحی که بگذاریم به صفحه نمایش لپتاپ استودیو میرسیم که حسابی نسبت به سرفیس بوک تغییر کرده. دیگه از اندازه 13 و 15 اینچی خبری نیست. لپتاپ استودیو رو فقط میشه با صفحه نمایش 14.14 اینچی خرید.
حاشیه‌ها نسبت به سرفیس بوک خیلی باریک‌تر شده، اما نه به اندازه لپتاپ‌های گرون قیمت تو بازار، ولی میتونم بهتون بگم که حس و حالش فوق‌العاده است. سرفیس لپتاپ استودیو اولین لپتاپ مایکروسافته که گوشه‌های نمایشگرش هم گرد شده. این تغییر خیلی به مدرن بودن ظاهر لپتاپ کمک کرده. ولی از همه مهمتر نرخ نوسازی 120 هرتزی صفحه است که باعث میشه انیمیشن ویندوز 11 بی نهایت نرم و روان اجرا بشن و اسکرول توی محیط وب خیلی جذاب باشه. میدونید که وقتی با اج میرید توی مثلا سایت مختلف میبینید 120 هرتز هست، برخلاف بعضی از دستگاه بقیه برنده که میاد رو 60، این 120 هرتز. اگه نگران شارژ دی هستید میتونید از توی تنظیمات نرخ نوسازی رو به 60 هرتز برگردونید. ولی خب تا وقتی 120 هرتز هست چرا؟ ولی خب نگران نباشید، مایکروسافت هم قراره یه حالت پویا اضافه کنه که دستگاه به تشخیص خودش بین 60 و 120 هرتز سویش کنه، اما فعلا این ویژگی خبر نیست. صفحه نمایش همیشه جزو نقاط قوت محصولات مایکروسافت بوده. این قضیه در مورد سرفیس لپتاپ استودیو هم صادقه و کیفیت تصویر فوق‌العاده بالاست. با وضوح 2400 در 1600 پیکسل به سختی میشه پیکسل‌ها روی صفحه سرفیس لپتاپ استودیو اصلا تشخیص بدین که خب این اتفاق خوبه، نه تو نگاهتون هم میاره نزدیک، همه چیز عالیه. پنل از نوع IPS و 8 بیتیه. فضای sRGB رو کامل و DCI-P3 رو تا 83%، ولی خب با دقت خیلی خوبی پوشش میده. کنتراست تصویرم خیلی بالاست و خب خیالتون از بابت تماشای ویدیو و تصاویر مختلف باید راحت باشه. ما به عدد روشنایی 420 نیت رسیدیم که عدد خیلی خوبیه، اما به پای 1000 نیت مکبوک پرو جدید نمیرسه. در جریان باشین که سرفیس لپتاپ استودیو ویدیوهای HDR با استاندارد دالبی ویژن رو هم پخش میکنه. ولی فراموش نکنید که نه پنل 10 بیتیه نه روشنایی به 1000 نیت میرسه، در حالی که این دوتا مورد برای تجربه بی‌نقص از محتوای HDR خیلی ضروریان. دوباره یه فلش بک به گذشته بزنم. یکی از ضعف‌های سرفیس بوک ها اسپیکراش بودن، چرا که باید توی بخش نمایشگر قرار می‌گرفتن و نبود فضای کافی باعث می‌شد تا بلندی صدا و کیفیتشون چندان جالب نباشه. این مورد توی سرفیس لپتاپ استودیو حل شده و خب این خبر خیلی خوبیه. لپتاپ جدید مایکروسافت حالا دو تا ووفر برای صدای فرکانس‌های پایین و دو تا توییتر برای صداهای فرکانس بالا داره که مجموع توانشون 12 واته که برای یه لپتاپ عدد خیلی زیادیه. کیبورد و ترک‌پد سرفیس لپتاپ استودیو واقعاً عالیه، یعنی میتونم بگم اتفاق خیلی خوبی افتاده. عمق حرکتی کلیدا، فاصله شون از هم، نوع فیدبکی موقع فشردن دارن، همگی دست به دست هم دادن تا یه تجربه تایپ کم نظیر رو برای شما رقم بزنن. فقط ای کاش کلیدهای کنترل مدیا هم میداشت، کاری میکردیم. ولی خب ترک‌پد سرفیس لپتاپ استودیو هم خیلی بزرگتر شده و هم خیلی بهتر از نسل قبلی، اما مهمتر از همه اینه که حالا درست مثل ترک‌پد مکبوک میشه روی کل سطحش کلیک کرد، چون دیگه خبری از کلید نیست و همه چیز با ارتعاش خطی انجام میشه. این نکته رو بهتون میگم که واکنش ترک‌پد به حرکت دست و اجرای ژست حرکتی ویندوز در بالاترین سطح ممکن انجام میشه، تجربه‌ای که روی هیچ لپتاپ ویندوزی دیگه نمیتونیم به دست بیاریم. متاسفانه جایی که سرفیس لپتاپ استودیو کمی ناامیدمون میکنه به انتخابای سخت افزاری مایکروسافت برمیگرده. مایکروسافت توی طراحی جدید محدودیت های نسل قبلی رو نداشت و میتونست از یه پردازنده توانمند مثل رایزن 5900HS استفاده بکنه، اما خب در عوض رفته سراغ پردازنده های کورای 5 11300H و کورای 7 11370H. این دوتا پردازنده توی دسته پردازنده های ضعیف و کم مصرف H اینتل با توان نامی 35 وات قرار میگیرن. و خب اگه سرفیس لپتاپ استودیو رو با پردازنده i7 انتخاب بکنید، گرافیک مجزای RTX 3050 Ti هم گیرتون میاد. لپتاپ گرون قیمت مایکروسافت میشه با 16 تا 32 گیگابایت رم و 256 گیگابایت تا 2 ترابایت SSD سفارش داد. ما نسخه i7 رو با 16 گیگ رم و 512 گیگ حافظه برای بررسی در اختیار داشتیم. حافظه دستگاه با 2.2 و 1.2 گیگابایت بر ثانیه برای خوندن و نوشتن سریع بود، اما قطعاً بین سریع ترین ها جایی نداشت. توی تست‌های ما عملکرد گرافیک سرفیس لپتاپ استودیو کم و بیش شبیه سرفیس بوک 3 با گرافیک قدیمی 1660 Ti Max Q بود.
دلیلش هم اینه که مایکروسافت از گرافیک آرتیکس 3050 Ti تو حالت متصل به برق با توان پایدار 40 وات و تو حالت جدا از پریز برق هم با توان پایدار 35 وات داره کار میکشه، در حالی که انویدیا به شرکت‌ها اجازه میده تا از این گرافیک تا سقف 80 وات کار بکشن. اما خب این صحبتی که کردم در مورد پردازنده یه مقدار فرق میکنه. فارغ از اینکه لپتاپ به برق وصل باشه یا نه، مایکروسافت به صورت پایدار حدود 40 وات و به صورت لحظه‌ای تا 50 وات توان رو در اختیار پردازنده قرار میده. با این شرایط پردازنده سرفس لپتاپ استودیو تا 40% از سرفس بوک سریع‌تره. اما نباید فراموش بکنیم که الان رقیب سرفس لپتاپ استودیو فقط نسل قبلیش نیست. بین لپتاپ‌های پریمیوم، مکبوک پرو 14 اینچی با نسخه پایه و پردازنده 8 دسته‌ای M1 پرو رو میشه نزدیک‌ترین رقیب سرفس لپتاپ استودیو دونست. توی سری تست‌های مشابه پردازنده سرفس لپتاپ استودیو حدود 30% ضعیف‌تر عمل می‌کنه، اما تو بحث گرافیک گاهی از اون سریع‌تره و خب گاهی هم پایین‌تر. نکته جالب توجه درباره عملکرد سرفس لپتاپ استودیو اینه که عملکردش خیلی پایداره، چه تو حالت متصل به برق و چه تو حالت جدا از برق. بعد از 30 دقیقه اجرای مداوم بنچمارک سینبنچ R23 سرفس لپتاپ استودیو در هر دو حالت امتیاز مشابهی رسید و فقط 4% افت عملکرد داشت که خیلی عالیه. اما یه جنبندی داشته باشم، سرفس لپتاپ استودیو گزینه ایدئالی برای گیم نیست، اما میتونید برای بازی‌های گهگاهی روش حساب بکنید. ما تونستیم بازی فارکرای 5 رو با وضوع 1080p و بالاترین تنظیمات با نرخ حدود 60 فریم بر ثانیه بازی بکنیم. یعنی دست کمش نگیرید، ولی خب خیلی هم دست بالاش نگیرید. سرفس لپتاپ استودیو به لحاظ شارژدگی هم واقعا خوب عمل میکنه. توی شرایطی که روشنی صفحه روی 200 نیت و نرخ نوسازی روی 120 هرتز باشه و تنظیمات عملکرد روی بیس پرفورمنس قرار بگیره، توی کاربری روزانه مثل وبگردی و تولید محتوا و تماس ویدیویی و انجام موارد تا 9 ساعت با خیال راحت میتونید به این دستگاه اعتماد بکنید. اگه نرخ نوسازی روی 60 هرتز بیارین حدود 1 ساعت به شارژدگی اضافه میشه. 120 هرتز بیشتر ترجیح میدید. خب برخلاف تصور اولیه که از سرفس لپتاپ استودیو داشتیم، این لپتاپ توی خیلی از زمینه‌ها تونست انتظار ما رو برآورده بکنه. مایکروسافت بدون اینکه آسیبی به زیبایی دستگاه وارد بکنه، مکانیزم لولای دوگانه رو خیلی خوب و ظریف واقعا پیاده کرده. کیفیت ساخت و جنس بدن هم واقعا عالی و خوشاینده و جزو دقیقاً بهترین ها قرار میگیره. کیبورد و ترک پدم بهترین نمونه‌ای که بین لپتاپ‌های ویندوزی تجربه کردیم و حتی توی برخی از موارد از مکبوک پرو هم میتونیم بگیم یکم سرتره. شارژ دی به نسبت توانمندی دستگاه هم واقعا مناسب و خیلی خوب ارزیابی میشه. و پایداری عملکرد چه تو حالت متصل به برق و چه جدا از برق خیلی عالیه. صفحه نمایش دقت و کنتراست واقعا بالایی داره و به لطف نرخ نوسازی 120 هرتزی کار با ویندوز رو واقعا لذت بخش کرده. شاید بتونیم مهمترین ضعف سرفس لپتاپ استودیو رو انتخاب سخت افزار بدونیم. اگه مایکروسافت حداقل توی این نسل به جای اینتل سراغ پردازنده رایزن 9 5900HS میرفت، رقابت بین 14 اینچی مایکروسافت و اپل خیلی خیلی داغ‌تر میشد. اما الان توی برخی از موارد مکبوک پرو 14 اینچی برتری های عملکردی محسوسی و نسبت به این لپتاپ داره. این همه اون چیزی بودش که در مورد سرفیس لپتاپ استودیو و خواستنی محصول مایکروسافت باید میدونستین. حالا شما با ما بگین آیا که با توجه به قیمتی که داره، آیا انتظار شما رو برآورده میکنه نمیکنه؟ اصلا میرین سراغ همچین دستگاهی؟ به مایکروسافت اعتماد میکنید یا نه؟ منتظر نظرات شما هستیم.